به نام خداوند بخشنده مهربان، از منفعت به پایان خورما به سلامتی آدم تا پا ما از خودی پیامبر آمده است و خوردن خورما این سبب با قوت گردیدن بدن انسان و ایمین ماندن از بیماری های گوناگون می گردد. در قرآن کریم خورما تقریبا 20 مرتبه یادآور شدگی است و این نشانه آن است که خورما جای مهمی دارد در حیات آدمی. پیامبر صلی الله علیه و سلم دوست می داشتند خورما را، گاهی آن را با نان گندم، گاهی با نان جو استعمال می کردند. آن کس تمامی نمود خورماها را تناول می کردند، اما در بین خورماها یک نموده بود که عجف نام داشت و از این خورماهایی که ما می دانیم کمتر سیاهتر است. همین نمود را بسیارتر دوست می داشتند و حدیث از امام مسلم آمده است که رسول الله گفتند کسی هر صبح 7 دانه خرمای عجف را خورد و وی زهر و جادو تأثیر نمی کند. رسول الله خرما را همچون داروی کسلی های دل توصیه می کردند. عایشه نیز رضی الله عنها همسرشون خرما را دارو بر ضد گردش سر توصیه کردند. برای پیامبر یک دانه خرما و یک پیاله شیر کفایه بود همچون غذای در یک روز. و انسان می تواند سالهای طولانی تنها با آب و خرما زندگی کند. خدا حافظ.